پادکست سیاسی روز در ایران آزادی، تحلیل مهمترین مسائل روز. به پادکست تفسیر سیاسی روز گوش می دهیم. خزانه خالی در انتقال قدرت. این روزها که انتقال دولت باقی مانده از رئیسی به پزشکیان در دستور کار رژیم است، واقعیت هایی از اقتصاد ویران کشور در جریان جنگ گرگ ها نمایان می شود که به راستی تکان دهنده است. روز چهارشنبه 17 مرداد، پزشکیان با اشاره به جدال درونی رژیم بر سر همین واقعیت ها در جمع اصحاب رسانه گفت: در پیام هایی چه در تمثیل چه تحلیف برای ما نوشته بودند که نقد کنید. من می توانستم خیلی از این مشکلات رو بگویم، ولی به خودم اجازه ندادم در مقابل دیدگان کسانی که خارجی هستند و نشستند بلند بشوم عیب های من را بگویم. در حالی که باند غالب و متولیان دولت رئیسی مانند شریعت مداری ادعا می کنند که اسبی زین شده با خزانهی پروپیمان دارد تحویل پزشکیان می شود، اطرافیان پزشکیان می نویسند تیم رسانهی دولت در ابتدای کار به صورت شفاف و بیپرده به مردم گزارش دهند که اسب زین کردهی که ادعا می شود به دولت جدید تحویل داده شده چه بوده است. روزنامه ستاره صبح 14 مرداد. به رغم سکوت پزشکیان و نزدیکان او، بازار چوب افشا زدن بر ویرانه‌ای که دولت رئیسی جلاد طی کمتر از 3 سال به بار آورده گرم است. سایت حکومتی عصر ایران 7 مرداد در مطلبی با عنوان کشوری تعطیل با خزانه‌ای جارو شده تصویری کوچک اما گویا از وضعیت خزانه به دست می دهد و می نویسد موجودی نقدی خزانه 10.5 میلیارد تومان است که حدود 170 میلیون دلار می شود. برای اینکه بدانیم این رقم به معنای واقعی کلمه برای خزانه کشوری مانند ایران در حکم هیچ است، کافی است بدانیم موجودی کنونی خزانه‌ای که دولت 13 تحویل دولت 14 می دهد تنها برای دادن حقوق 2 الی 3 روز کارمندان دولت کفایت می کند. خبر آنلاین 8 مرداد با اشاره به این واقعیت روی چپاول عظیمی که در زمان رئیسی جلاد صورت گرفته انگوش گذاشته و می نویسد دولت 13 همواره مدعی بود توانسته از فروش نفت و درآمدهای ناشی از آن و سایر صادرات و درآمدهای داخلی را به چند برابر دولت قبلی برساند، ولی به رغم آن همه ادعا خزانه‌ای با 170 میلیون دلار تحویل داده است. اینجاست که باید پرسید ثمره و نشانه آن همه درآمد و ادعای موفقیت‌های شگرف اقتصادی کجاست؟ سر سفره مردم که نیست،